به نام خدا، من شاین قادری هستم، مدرس زبان آلمانی. قصد دارم که تحت مجموعه فرادرس با هم آموزش زبان آلمانی در فضای مهندسی از مصاحبت و کار رو داشته باشیم. این مجموعه توی 7 فصل تهیه و آماده شده. توی فصل یکم جلسه مصاحبه، توی زیر فصل اول تبادل اطلاعات اولیه رو داریم. تو قالب تبادل اطلاعات اولیه ما یک فردی رو میبینیم که وارد یک شرکتی میشه برای شرکت توی یک مصاحبه کاری با یک مجموعه بزرگ، و قصد داریم که گام به گام با این فرد همراه بشیم، از مرحله مصاحبه کاری و پذیرفته شدن و آشنایی با افراد مختلف توی این شرکت و گفتگو با آدمهای مختلف توی شرایط متفاوت. در وهله اول ایشون یک فردی رو توی شرکت میبینن و با عنوان Guten Tag, mein Name ist Arthur Malikowski. Ich möchte bitte zu Herrn Steiner, ich habe ein Vorstellungsgespräch. روزتون بخیر باشه. من آرتور مالیکوفسکی هستم و دوست دارم که لطفاً اگر بشه با آقای هرشتاین ها یعنی با آقای اشتاین ها دیدار کنم و یک فورشتلنوزگشپقش، یک مصاحبه کاری دارم. و ایشون جواب میدن گوتن تاک، هرشتاین ها کومت گلش، وارتن زی بیته کورسی ها. روزتون بخیر، آقای اشتاین ها الان میرسن، لطفاً منتظر بمونید. با حالت وارتن زی بیته کورسی ها، حالت دستوری یا همون زی ایمپراتیف هستش. آی هرشتاینر بعد از اومدنشون میگن که گوتن تاگ، ایش بین پتر اشتاینر، زین سی هر مالیکوفسکی. روزتون بخیر، من پتر اشتاینر هستم، آیا شما آقای مالیکوفسکی هستید؟ و ایشون جواب میدن یا گناو شون داس ایش تو اینم پرسونشن گشپقش انگلادم دویده. مله، من دقیقا خودم هستم و خیلی خوشحالم که به یک مصاحبه شخصی و خصوصی دعوت شدم. انگلادم دویده همونطور که میدونید حالت پسیو یا مجهول ما هستش توی زبان آلمانی که به این شکل نوشته شده. پاسیف مجموعه و در حقیقت قالبی هستش که توش ما فاعل رو نمیبینیم و مفعول نقش فاعل رو تو جمله پاسیف بازی میکنه. شن داس زی کومن کونتن، چقدر خوب که شما اومدین. هاتن زی اینه گوتن غیزه، سفر خوبی داشتید. هابن زی اونس گلش گفوندن، ما رو خوب تونستید پیدا کنید. حالت فعلی ما gefunden perfekt هستش، همون ماضی نقلی ما به فارسی. Die Abfahrt war völlig problemlos dank der guten Beschreibung. مسیر و سفر کاملا بدون مشکل بود. problemlos dank der guten Beschreibung، به لطف توصیف و آدرس خوبی که دادید. می و حالت پرفکتوم یا گذشته ساده فعل sein هستش و dank پرپوزیسیون یا حرف اضافه جنتیو ساز هستش. Bitte nehmen Sie doch Platz، لطفاً یک جایی رو تعیین کنید و بشینید. دوخ اینجا نقش پارتیکل رو داره. پارتیکل ها همونطور که میدونید کلماتی هستن که توی جمله معنی خاصی ندارن، باعث تشدید یا تضعیف یک جمله و مفهومش میشن. و اینجا باز هم با حالت ایمپراتیو یا همون دستوری یا زی ایمپراتیو مواجه هستیم. گرن فیلن دانک، خیلی خیلی ممنونم، متشکرم. واقوم هابن زیزیش اف دیز اشتل بوبن، برای چی برای این جایگاه شغلی درخواست داده اید؟ دوباره حالت پرفکت رو ما داریم، سوالی. Nach 5 Jahren in derselben Firma möchte ich mich nun gern wenden. بعد 5 سال کار توی یک شرکت مشابه، من دوست دارم که وضعیت الانم رو تغییر بدم. Die Stelle scheint genau auf mein Profil zu passen. این جایگاه کاملا با وضعیت شغلی و رزومه من منطبق هستش. Ich möchte gerne in einem größeren Unternehmen internationalen Beziehungen arbeiten. من دوست دارم که توی یک شرکت بزرگتر با یک روابط بین‌المللی کار کنم. و میدونیم همونجوری که تا الان دیدیم مشتن فعل مودال ورب یا در حقیقت فعل اول ما هستش که باعث میشه فعل اصلی یا هاوپت ورب ما به انتهای جمله بره. arbeiten wir sind an einer zusammenarbeit mit einem erfahrenen maschinenbauingenieur interessiert. ما مشتاق به این هستیم که همکاری کنیم با یک مهندس ماشین با تجربه. erfahrenen اینجا نقش صفت یا adjektiv رو داره که صرف شده اینجا بر حسب جایگاهی که داره. Das ist mein Fachgebiet. Ich denke, dass ich den Aufgaben gewachsen bin. این حیطه تخصصی من هستش و من فکر میکنم که برای این وظایف و شرح وظایف بزرگ شدم. Ihr beruflicher Werdegang sieht interessant aus. Können Sie ein wenig darüber erzählen? مسیر و پروسه شغلی شما خیلی جذاب به نظر میرسه. میشه یک کمی ein wenig darüber در ارتباط با اون توضیح بدید؟ Selbstverständlich, meine beruflichen Qualifikationen habe ich in Polen erworben. بدیهی قطعا من توانایی های شغلیم رو qualifikationen توانایی های شغلیم رو توی پولن که لهستان میشه به دست آوردم. شش بقیش درای فرمدش باخن انگلیش دوشون شپانیش. من 3 زبان خارجی
فرندشباخن. انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی صحبت میکنم. Wie schätzen Sie sich ein؟ شما خودتون رو چطور تخمین میزنید؟ یعنی خودتون رو چجوری توصیف میکنید؟ Ich denke, ich bin zuverlässig, kontaktfreudig und kreativ. من فکر میکنم که متعهد، اجتماعی و خلاق هستم. سه تا ادجکتیو یا صفت رو اینجا در قالب توصیف خودش آورده. Wie flexibel sind Sie؟ چقدر شما منعطف یا انعطاف پذیر هستید؟ Neue Menschen oder wechselnde Herausforderungen sind kein Problem für mich. مکانهای جدید، انسانهای جدید و چالشهای تغییر شونده برای من مشکل به نظر نمیان. Arbeiten Sie lieber alleine oder im Team؟ ترجیح میدید که تنها کار کنید یا در چارچوب یک تیم؟ Ich arbeite lieber im Team. من ترجیح میدم که داخل گروه کار کنم. Können Sie oder könnten Sie sich vorstellen, weitgehend eigenständig zu arbeiten? Sich vorstellen, متصور شدن. شما میتونید متصور بشید که weitgehend در ادامه eigenständig به صورت مستقل کار کنید. از قالب سو اینفینیتیو استفاده شده. سو به اضافه مصدر فعل. Ich kann auch gut eigenständig arbeiten. بله من خیلی خوب میتونم توی قالب مستقل کار کنم. Bevorzugen Sie bestimmte Arbeitszeiten? آیا شما ترجیح میدید که ساعت کاری های ثابت و معینی داشته باشید؟ Nein, da habe ich keine festen Vorstellungen. نه من ساعت کاری ها و وضعیت ثابتی رو ترجیح نمیدم که داشته باشم و تعریفی ازش ندارم. Können Sie sich vorstellen, zweimal im Jahr im Ausland tätig zu sein? میتونید این رو واسه خودتون متصور بشید که دو بار در سال در خارج فعال باشید و فعالیت کنید؟ Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. بله من میتونم برای خودم به خوبی این رو متصور بشم. توی بخش دوم از فصل اول میپردازیم به تحصیل و وارد مباحث تحصیلی و دورانی میشیم که این فرد گذرونده در قالب سوالها و مکالماتی که خواهیم دید. توی سوال اولی که آقای اشتاین ها مطرح میکنن این که An welcher Universität haben Sie studiert؟ An حرف اضافه یا پرپوزیسیون هستش که توی این حالت با این فعل studieren از مصدر studieren تو حالت داتیو میاد و آرتیکل و در حقیقت پرونومن ما رو به شکل داتیو فرم میکنه، یعنی داتیوی که باعث ار گرفتن اونیورسیتتی شده که آرتیکلش دی هستش. و تو حالت پرفکت در چه دانشگاهی شما تحصیل کردید؟ Ich habe an der Technischen Universität in Breslau studiert. من در دانشگاه تکنیکی یا Technischen Universität در برسلاو دوران تحصیل خودم رو گذروندم. و میبینید دوباره اینجا پوزیسیون یا حرف اضافه آن که خودش وکسل پرپوزیسیون هستش، یعنی پرپوزیسیون بینابینی هستش که تو حالت آکوزاتیو و داتیو در هر دو حالت میتونه قرار بگیره، اینجا تو حالت داتیو ظاهر شده باز هم. و ما همونطور که میبینیم در تشنیشن اونیورسیته، تشنیشن اینجا نقش صفت رو داره ولی چون بخشی از عنوان این دانشگاه تکنیکی هستش با حرف اول بزرگ نوشته شده. Haben Sie während Ihrer Studienzeit Zeit im Ausland verbracht؟ آیا شما während پرپوزیسیون گنتیو ساز هستش، در طول Ihrer Studienzeit در طول زمان تحصیلتون Zeit im Ausland verbracht زمانی رو در خارج این آوسلند گذرانده اید، از فعل یا مصدر فربیگینگن میاد و باز هم جمله حالت فعلی پرفکت رو دنبال میکنه. یا ich habe zwei Semester an der Technischen Universität Valencia studiert. بله من دو ترم رو در دانشگاه تکنیکی والنسیا گذروندم. Welche Fachrichtungen des Ingenieurwesens haben Sie belegt؟ چه مسیر تخصصی رو، چه رشته تخصصی رو، Fachrichtung از مهندسی، از حیطه مهندسی Ingenieurwesen شما به پایان رسوندید؟ بلیگن اینجا معنی گذروندن یک دوره است. ما راجع به کلاس ها، دوره ها و مسائل آکادمیک از فعل بلیگن استفاده میکنیم به معنی گذروندن یک دوره یا به اتمام رسوندن یک دوره. عادتا مترادف هاش رو میشناسید، abschließen و bestehen، اینا فعل هایی هستن که اصلا زینونوم یا مترادف این فعل هستن. و تو اینجا شما ساختار گنتیو رو میبینید، Fachrichtung des Ingenieurwesens. این اسی که این انتها اومده اس حاصل از ساختار گنتیو هستش و Ingenieurwesen از آرتیکل حالت فردی خودش اومده که حالا ما دو حالت رو داریم، یا میتونه ماسکولین مذکر یا نویترال حالت خونسا باشه و ساختار فعل هم که به همون شکل حالت پرفکت یا ماضی نقلی هستش. Meine Fachrichtung war Maschinenbau. مسیر تخصصی من و رشته تخصصی من و
فعل پرتریتوم یا گذشته ساده از مصدر زاین هستش. میگه رشته تخصصی من بود ماشینن باو. ماشینن باو یا مهندسی حالا ماشین، یا بهتره به فارسیش بگیم که مهندسی معادل مهندسی مکانیک هستش. Welche Vertiefungs Richtung haben Sie gewählt؟ چه مسیر تخصصی رو یا چه مسیر در حقیقت در جهت ادام تحصیل رو انتخاب کرده اید؟ به نوعی فرتیفونگ حکم درجه ارشدیت یا تخصص ما داره. Meine Vertiefungs Richtung war Metallurgie. همون متالوژی هستش. من مسیر تخصصیم و مسیر در حقیقت ادام تحصیلم متالوژی بود. و توی این Welche Vertiefungs Richtung haben Sie gewählt باز هم حالت پرفکت رو داریم و وا اینجا حالت پرتریتوم و هم گذشته ساده. Was Ihr Studium eher theoretisch oder eher praktisch ausgerichtet؟ میگه تحصیل شما، استودیوم شما، ایا حالت ضمیر ملکی رو داره. پوزیسیو پرونومن هستش اصطلاحا. تحصیل شما ترجیحاً تئوریتیش حالت تئوریک، اودا ایا ترجیحاً پراکتیش حالت کاربردی تنظیم شده بود و انجام شده بود. سوال داره میپرسه. دی مایستن فیشر وارن ایا پراکسیس اورینتیت. دی مایستن اینجا نقش صفت رو داره. مایستن از فعل و در حقیقت از فیل ما میاد. فیل میر ام مایستن. این سه تا حالت های معمول، کمپراتیو و زوپالاتیو هستن که ما به ترتیب حالت های صفت تفصیلی و صفت برتر میگیم. اینجا مایستن صفت برتری هستش که به معنای بیشترین. دی مایستن فشاب حد اکثر یا بیشتر رشته ها واقعاً ایا پراکسیس اورینتیت، ترجیحاً حالت پراکسیس اورینتیت بودن، یعنی بیشتر حالت کاربردی بودن. ولاگن ایغه شویه پونکت ایم شتودیوم، کجا قرار داشتن اون کانون یا اون هسته اصلی درساتون؟ دقیقاً تو چه درسایی بود؟ تو کدوم حوزه ها بود؟ و لاگن، لاگن حالت پرتریتوم هستش از فعل لیگن به معنی قرار داشتن و و هم که وفقاگه هستش، یعنی کلمه هستش برای ساخت سوال هایی که ما در جوابش باید یک جواب خاص رو بدیم. ما دو نوع داریم، یه وفقاگه داریم همطور که میدونید، یه یا اودا ناین فقاگه داریم. و یا اودا ناین فقاگه ها هم تو که از اسمشون هم پیداست جوابشون فقط در قالب یا یا ناین بیان میشه، اما اینا وفقاگه هستن. و لاگن ایغشفه پونکت ایم شتودیوم، مرکز یا هسته اصلی رشته شما کدوم درس ها بودن؟ دیش ویر پونکت ماینس استودیوم فاکس وارن فرفارنس اون اومولز تشنیک. هسته اصلی یا بخش اصلی رشته تخصصی من، رشته دانشگاهی من، استودیوم فاکس بودند فرفارنس اون اومولز تشنیک. در حقیقت این خط فاصله رو ما توی آلمانی مرسومه. وقتی ادامه کلمه یو ما توی کلمه قبل داریم، به جای اینکه اون کلمه رو هی تکرار کنیم، اینجا یعنی تشنیک رو اگر دقت کنید، به جای اینکه تکرارش کنیم با یک خط فاصله و قرار دادن یک اونت دو تا کلمه رو پشت هم میاریم و از تکرار مکررات جلوگیری میکنیم. و اینجا ماینس استودین فاکس باز هم حالت گنتیو داره و واقعا هم فعل جمله هستش که حالت پرتریتوم یا گذشته ساده داره. پس ذات و شاکله اصلی رشته درسی من تکنیک فرایند یا تکنیک پروسه و تکنیک محیط زیست بوده. اون ولت محیط زیست. Während Sie bereit sich innerhalb eines Jahres Kenntnisse in Französisch anzueignen. شما آماده این هستید که به اندازه یک سال، به مدت یک سال. innerhalb eines Jahres حالت گنتیو داره. پرپوزیسیون هست innerhalb. حرف اضافه هستش. گنتیو ساز هستش. و به سایت داوا یعنی به دوره زمانی و مدت زمانی اشاره میکنه. یا آیا آمادگی این رو دارید که یک سال دانشتون رو در فرانسوزیش به زبان فرانسوی یاد بگیرید؟ زیش ان ایگنن فعل یا مصدر ما زیش ان ایگنن هستش که اینجا حالت سو اینفینیتیو اومده. ان سو ایگنن و زیشش هم که میبینید طبق گرامر همیشه باید اول جمله سو اینفینیتیو ما بشینه. داس ویر کاین پروبلم فور میش، واسه من مشکلی نخواهد بود، یعنی من باهاش مشکلی ندارم. فوا پرپوزیسیون و حرف اضافه اکوزاتیو ساس هستش، یعنی حالت مفعولی، و این اکوزاتیو ما باعث شده که پرسونال پرونومن یا ضمیر مفعولی ما اینجا بشینه میش. و میدونیم ویغن و ویغه حالت کنیکتیو سوای فرمتی از فعل هستن که ما برای مؤدبانه سوال کردن و برای با احترام بیان کردن جملات استفاده میکنیم. یکی از کاربرداشون این هستش. Denken Sie, dass Ihre fachlichen Schwerpunkte dem Anforderungsprofil der Stelle gut entsprechen? فکر میکنید که سوالیه جایگاه فعل همیشه جایگاه دوم هستش، ولی توی جمله سوالی
که یا او دانا این فاگه هستن، جایگاه فعل میشیند اول و زوبیکت یا هم فاعل ما که زی هستش جایگاه دوم میشینه. دنکن زی فکر میکنید که، حالا توضیحش، داس برای توضیح و اضافه جمله هستش. فکر میکنید که ایغ فخلش نشفی پونکت بخش اصلی یا بخش تخصصی شما دم آن فودگونس پروفیل به بخش های مورد نیاز ما، به بخش های مورد نیاز این جایگاه شغلی که ما داریم آیا خوب انطباق داره، آیا خوب بهش منطبق هستش. اینجا دم آن فودگونس پروفیل تو حالت داتیو اومده، تو حالت داتیو قرار گرفته و اینجا هم یه حالت گنتیو میبینیم. دم آن فودگونس پروفیل دشتله و ایشون جواب میدن که یا دنش گلاوبه داس ماین شوپونکت زیر گود پاسن. بله من فکر میکنم که چی؟ بخشای اصلی رشته من یا کانون اصلی رشته من کاملا منطبق هستن بر این، بر چی؟ بر این جایگاه شغلی که وجود داره. ولش سیند ایغش تکستن فشا اون ولش ایغش فشستن. کدوم یکی از ویژگی های شما یا کدوم یکی از شاخص های شما قوی ترین تخصص های شما هستن، قوی ترین شاخص های شما هستن؟ اشتیکستن حالت زوپالاتیف داره، حالت صفت برتر، قوی ترین و تو حالت صفت اومده، ادیکتیو عنوان صفت اومده اینجا و در حقیقت کنیوگیته شده، دکلیناسیون شده، در حقیقت صرف شده. ولش از ایغش ویشسن کدومشون ضعیف ترین ها هستن؟ ماین اشتیکن لیگن اف دم گبیت متالوگی. قوی ترین شرایط من قرار دارن لیگن آف، قرار دارن بر چی؟ قرار دارن بر محدوده متالوگی من، یعنی بخش متالوگی من قوی ترین حوزه من هستش و بیشترین علم و تواناییم رو تو این حوزه دارم. آف دم گبیت ده اشپیتسن تکنولوژی موستش میش نوخ وایتا بیلدن. اما در محدوده تکنولوژی های پیشران اشپیتسن تکنولوژی من باید که، یعنی نیاز دارم یک باید میسته آورده، حالت کنیکتیف سوای آورده، بایدی که حالت مؤدبانه و در این حال یک گذری به آینده داره، من باید در آینده ادامه تحصیل بدم. میگه توی محدوده تکنولوژی های پیشران من نیاز دارم که ادامه تحصیل بدم. نیش زوگوت و ایش این تشنیشم مکانیک. من خیلی خوب نبودم توی مکانیک تکنیکی، یعنی توی مکانیک تخصصی خیلی نمراتم خوب نبود، خیلی قوی نبودم، به نوعی تخصصم در این زمینه اونقدر قوی نبود. ویودن زی این فیمن اینترن فوتبیلدونگ میت ماخن. دوست دارید ویودن زی مشتن زی ماگن زی، اینا همشون زینونوم های مترادف های ویودن زی هستن. دوست دارید که یک ادامه تحصیل در قالب درون شرکتی فیمن اینترن شرکت کنید توی این دوره و این رو انجام بدید. ایش بین گن بغایت اینن فوتبیلدونگز لرگنگ زو ماخن. من خیلی دوست دارم و من خیلی آماده هستم که یک دوره ادامه تحصیلی رو انجام بدم. در کجا؟ در فیمن اینتن، در حالت درون شرکتی یا درون سازمانی. همونطور که دیدید نیش زوگوت وایش فرمت فعلمون تقه تقه توم هستش، گذشته ساده، و ویودن زی اینجا ویودن فعلی هستش که باعث میشه فعل اصلی ما به انتهای جمله بره و به نوعی تو حالت مصدری قرار میده فعل ما رو. و این رو هم در ابتدا حالت پرزنس یا حال ساده میبینید ایش بین و در ادامش سو اینفینیتیف، حالت سو اینفینیتیف، حالت سو به اضافه مصدر فعل. ایش هاب گزین داس زی آخ این دوچلند اشتودیت هابن، حالت پرفکت. من دیدم که شما همچنین در آلمان این دوچلند، در آلمان تحصیل کردید. داس از غیشتیش دوش این کوب خاتسیون پروگرام هاب ایش سوای زمسته اند تشنیشن اونیورزیتت دامشتات اشتودیت. بله این درست هستش. در طول یک دوره، یک برنامه همکاری کوپراتسیونس پروگرام هابه ایش من دو ترم رو سوای زمستا اند تشنیشن اونیورزیت دامشتاد اشتودیت، من دو ترم رو در دانشگاه تکنیکی دامشتاد گذروندم. ایش وود گن اتفاس میر اوبر ایر هاوپتفاخ کامپیوتر آرشیتکتور ارفاهن. من خیلی علاقمندم که بیشتر، یک مقدار بیشتر، اتفاس میر اوبر در ارتباط با ایا، اینجا حالت پرسونال پرونومن یا همون پوسسیو پرونومن رو داره، یعنی پرسونال پرونومنی هست، ضمیری هستش که تو قالب ملکیت اومده. من خیلی دوست دارم راجع به تخصص اصلی شما هاپتباخ کامپیوتر آرشیتکتور، آرشیتکت کامپیوتر و در حقیقت کامپیوتر آرشیتکتینگ یکم بدونم، راجع بهش افاقن کنم. گرنه این ماینم اشتودیم هابش میش هاپتزشلش میت آنوندونگز بزوگنن ریالیزیرونگ
اون کمپیوتر زوستمن بشفتیک. بله من در دوران تحصیلم ماینم استودیوم این ماینم استودیوم حالت داتیف آورده، به یک بازه زمانی، به یک دوره زمانی اشاره داره. هابش میش هابزشش به طور اصلی میت انوندونگز بتزوگنن رالیزیرونگ، با بخش اصلی و کاربردی و اجرایی از سیستم های کامپیوتری مشغول بودم. بشفتیکت میت اتفاس او دا بشفتیکت میت یه چیزی ها، ما این قالب رو میشناسیم، با بشفتیک همیشه پق پوزیسیون چسبان میت میاد که همیشه و همیشه حالت داتیف رو داره. ایش هابه فو آلم ان پراکسیس غلوانتن پروبلمن و دقن لزونگن گعبایتت. من به طور خاص فو آلم مترادفش رو میشناسید، به زندس به طور ویژه بر بخش های تجربی یا بر مشکلات مربوطه تجربی و دقن لزونگن و راحلهاش کار کردم. اشویرپونک ماینس استودیوم لاگ آف کومونیکاسیون زوستیمن، شاکله اصلی رشته تحصیلی من و دوران تحصیلی من بر کومونیکاسیون زوستیمن و سیستم های ارتباطی متصل بود. ایا استودین ابشلوس لیگت اینیگه یاغ سوگوک واس هابن زین دن لتسن درای یاغن گماخت. مدرک تحصیلی شما چند سالیه که ازش گذشته، سوگوک لیغن، چند سالی که سپری کرده، ها چند سالی که ازش گذشته. واس هابن زین دن لتسن درای یاغن گماخت. این دن لتسن، لتسن جا ادیکتیف هستش، صفت هستش. توی سه سال اخیر لتسن درای یاغنتون چه کاری انجام دادید؟ Ich habe mich seitdem kontinuierlich auf meinem Fachgebiet fortgebildet. من از اون زمان به طور مداوم continuierlich auf meinem Fachgebiet fortgebildet. بر روی بخش تخصصی و حوزه تخصصی خودم ادامه تحصیل دادم. Fachgebiet به معنای بخش تخصصی و fortbilden. Fortgebildet Partizip 2 یا Partizip Perfekt از مصدر فعلی fortbilden هست. ادامه تحصیل دادن. که میدونیم که رفلکسیو پرونومن هستش، یعنی پرونومن یا ضمیر انعکاسی نیاز داره که اینجا میش نقش این رو ایفا کرده. ایش هابه کورس فی ماشینن اون فاتسویک آکوستیک بزوخت اون این پروف اون ابگلیکت. من دوره هایی رو، کلاس هایی رو، کورس هایی رو برای آکوستیک یا صوتشناسی فاتسویک و ماشینن، برای صوتشناسی هواپیماها و ماشین ها و دستگاه ها دو گذرونده هم به زخت این پروفون ابگلکت و یک امتحانی رو در این زمینه دادم. توی بخش سوم از این فصل میپردازیم به بخش کارآموزی. عادتا میخوایم با مسائل و پروسه دوره های کارآموزی که این فرد گذرونده و در قالب سوال و جواب و یک مکالمه مفصل بهش بپردازیم. آیه اشتاینا ازشون میپرسن هابن زی شون ایمال این پراکتیکوم آف این باوشتله گماخت؟ شون ایمال، آیا تا به حال یک بار هم شون ایمال این پراکتیکوم آف این باوشتله گماخت؟ فعل و ساختار کلی جمله حالت پرفکت هستش یا همون ماضی نقلی. این پراکتیکوم حالا دوره کارآموزی به فارسی میتونیم اینجوری معنیش کنیم، آف این باوشتله، در یک کارگاه ساختمانی یا در یک محل ساخت و ساز، به یک حوزه سازندگی این کار رو انجام داده اید. während meines studiums habe ich zwei praktika in einem garten und landschaftsbaubetrieb absolviert. während دوباره پرپوزیسیون گنتیو ساز هستش. während meines studiums در طول تحصیل، اسی که در انتهای استودیوم ظاهر شده، بازم به خاطر نویتخال بودن و حالت خونسا بودن کلمه استودیوم که با آرتیکل داس میاد، این اس به انتهاش اضافه شده چون حالت گنتیو رو ما تجربه میکنیم. هابش سوای پراکتیکا، پراکتیکا حالت پلورال یا جمع کلمه داس پراکتیکوم هستش. دو دوره کارآموزی رو این اینم گاتن باو بتریب اودا اونت این اینم لندشافتس باو بتریب. گفتیم که وقتی خط فاصله و اون رو میاریم، به قولی برای این هستش که بخوایم از تکرار یک کلمه، یک ساختار توی کلمه اول جلوگیری کنیم. گاتن در حقیقت چسبیده به باو بتریب هستش، ولی وقتی که تکرارش نکنیم و ننویسیم که گاتنز باو بتریب اوند لندشافت باو بتریب، به این شکل می‌نویسیمش. من دو دوره کارآموزی رو در حوزه باو بتریب، در حوزه ساخت و ساز، حوزه کشاورزی و گاتن و باغداری گذراندم. ابزولوین، میدونیم که پراکتیکوم یکی از فعلهایی که همیشه باش همراه میشه
ابزولوین هستش، یعنی مستر ابزولوین معنی به اتمام رساندن. وی لانگ داوت دن داس پراکتیکوم، چه مقدار وی لانگ، چه مدت زمانی داوت حالت پرتقیتوم گذشته ساده طول کشید، پس دن اینجا نقش پارتیکل رو داره. پارتیکل کلماتی هستن که خودشون به تنهایی معنی خاصی نمیدن اما باعث تشدید یا تضعیف ساختار جمله میشن. داس پراکتیکوم، این پراکتیکوم ها یا دورهای کارآموزی چقدر طول کشید. داس است پراکتیکوم داوت زکس وخن داس وایت فیا وخن، است اولین دوره کارآموزی 6 هفته طول کشید و دومیش در سوایت فیا بوخن 4 هفته طول کشید. و این داوته چه توی این حالت چه توی این جمله، یعنی توی این دوتا جمله های آخر، تو حالت زمانی پرتقیتوم یا گذشته ساده هستن و در مقابل دوتا جمله بالایی ما تو حالت پرفکت یا همون ماضی نقلی ما قرار دارن. دوش داس پراکتیکوم هاب ایش ویسن اوبر انوندونگ فون نانو تکنولوژی اووبن. دوش داس پراکتیکوم، دوش اومده از طریق دوره کارآموزی من دانشی رو در ارتباط با استفاده از آنوندونگ ویسن، یعنی آگاهی و دانشی رو در استفاده از او به آنوندونگ فون نانو تکنولوژی به دست آوردن. اووبن حالت پارتیپس وای فعل اووبن به معنی به دست آوردن هستش. این معنی پراکتیکوم هاب ایش فیل اوبر پراکسیس آنوندونگن فون جای خالی گننت. من در دوره کارآموزیم خیلی فیل زمیر یا در حقیقت واژه غیر قابل شمارشیه به معنای زیاد، خیلی چیز زیاد در ارتباط با اوبا پراکسیس آنوندونگ استفاده کاربردی فون. حالا میتونیم جای خالی هر کلمه دیگه رو با توجه به حوزه ریزی که داریم تو اون حوزه کار میکنیم و زیر مجموعه تخصصیمون جایگذاری کنیم دیگه. Während des Praktikums konnte ich einen Einblick in جای خالی gewinnen. Während حرف اضافه یا پرپوزیسیون گنتیو ساز هستش. Des Praktikum konnte ich einen Einblick in etwas bilden. من میتونم یک نگاهی رو، یک دیدی رو در حالا توی اون حوزه تخصصی که دقیقاً بالا میتونست جایگذاری کنید به کار میبرید. و gewinnen بعد از konnte اومده، konnte حالت فعلی هستش که باعث فرستادن فعل اصلی به انتهای جمله تو حالت مصدری یا حالا اینفینیتیو شده. gewinnen به معنای به ثمر رسیدن یا بردن، به دست آوردن، همه اینا میتونه معنیاش باشن. Sie suchen eine Praktikantin für den Bereich Software Entwicklung. آیا شما در جستجوی یک پراکتیکانتن هستید؟ پراکتیکانت اون شخصی هستش که داره دوره پراکتیکوم رو میگذرونه و انجام میده. یعنی فردی که داره دوره کارآموزی میگذرونه. میگه شما نیاز دارید یا دنبال کسی هستید که توی بخش Software Entwicklung، بخش توسعه نرم افزاری حرفی واسه گفتن داشته باشه و نیازتون باشه. یا دست ریشتیش، بله درست هستش. Wären Sie an einem Auslandaufenthalt interessiert؟ یا شما interessiert، علاقه من به اقامت در خارج از کشور Auslandaufenthalt هستید؟ یا دقیقا wäre ich sehr interessiert، بله من خیلی علاقه من به این موضوع هستم. Wir können Ihnen eine Praktikumstelle für 3 Monate in China anbieten. Haben Sie Interesse؟ ما میتونیم به شما، اینه اینجا پرسونال پرونومن یا ضمیر داتیوی هستش، ما به شما میتونیم این پراکتیکومز شتله، یک جایگاه پوزیشن یا یک دوره و یک شرایط کارآموزی رو بهتون پیشنهاد بدیم، بیتن کنیم، ان بیتن کنیم در حقیقت، پیشنهاد بدیم für 3 Monate، به مدت 3 ماه در چین. Haben Sie Interesse؟ آیا علاقمند هستید؟ یا داس اینترسیرت میش زیر، وو گناو زول داس پراکتیکوم دن شتات فیندن. بله خیلی بهش علاقه مندم و منو خیلی تحت تاثیر قرار میده. دقیقا کجا وو گناو زول داس پراکتیکوم باید که این دوره کارآموزی شتات فیندن بشه، برگزار بشه. این وان دوت وودن زی اوخ ان این شولونگس پروگرام فور باوشوتس تکنیک تایل نیمن کنن. در وان چین آنجا دوت وودن زی دوست دارید و میتونید همچنین آن اینم شولونگس پروگرام فو باوشوتس تکنیک تایل نیمن کنن. میتونید توی یک حوزه برنامه مدرسه ای، قالب یک برنامه مدرسه ای، باوشوتس تکنیک برای تکنیک مراقبت از سازه ها شرکت کنید، تایل نیمن کنید. میدونیم که تایل نیمن با پرپوزیسیون و حرف اضافه چسبان آن میاد و بعد از آن پرپوزیسیونی هستش که شرایط داتیو رو ایفا میکنه. آن اینم شولونگس پروگرام
Das klingt sehr interessant. Ich würde gerne an einem solchen Programm teilnehmen. Klingen, به نظر میرسه خیلی جذاب باشه، اینترسانت باشه. من خیلی دوست دارم. Ich würde gerne an einem solchen Programm teilnehmen. من دوست دارم که توی همچین برنامه ای شرکت کنم. Solchen Programm teilnehmen. توی این بخش از فصل اول بخوام بپردازیم به بخش تجربه کاری و ببینیم که در قالب همین گفتگو و در ادامه این گفتگو چه سوالهایی رد و بدل میشه و در حقیقت چه اطلاعاتی رو میتونیم توی این مرحله به اشتراک بذاریم. Wo haben Sie Ihre ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt? کجا شما اولین تجربه های کاریتون رو beruflichen اینجا نقش صفت رو adjektiv رو داره ersten beruflichen کجا erfahrungen یا تجربیات کاری اولیتون رو gesammelt جمع کرده اید؟ از infinitive یا مصدر فعل sammeln میاد و اینجا فعلمون حالت perfect هستش. ایشون جواب میدن meine ersten berufserfahrungen könnte ich in einem internationalen unternehmen machen. من اولین تجربیات کاری خودم رو meine possessive pronomen ضمیر ملکی هستش کنته ایش تونستم به زمان گذشته اشاره داره پقیتقیتون گذشته ساده این اینم اینترنشنال اونتنیمن در یک شرکت بین المللی حالت ادیکتیو یا صفت داره و ما ادیکتیو دکلاسیون رو اینجا میبینیم که توی حالت داتیو قرار گرفته این اینجا پقیپوزیسیونی هستش که در جایگاه داتیو اومده توی شرکت بین المللی انجام دادم ایش و فو آلم فو دی کوالیتیتس پلانونگ سوشتندیش من آنجا فعالم به ویژه برای کوالیتس پلانونگ برنامه ریزی کیفیت مسئول بودم سوشتندیش مسئول بودن رو با واژه سوشتندیش با حرف اضافه چسبان فوا برای یک چیزی مسئول بودن میاریم هابن زی برایس این پرودکسیون شتیتن گیابایتت هابن زی برایس آیا تا به حال برایس در بخش های تولیدی در بخش های تولید محور کار کرده اید حالت پرفکت داره Nein, bisher hatte ich leider keine Gelegenheit dazu. نه، متاسفانه هیچ تجربه یک هیچ فرصتی رو در ارتباط با اون نداشتم. داتسو به اون سوالی که آقای اشتاینا در اسلاید قبل سوال کردن برمیگرده. یا ich habe sechs Monate in einer Firma für Aluminiumsbearbeitung gearbeitet. یا میتونیم اینجوری جواب بدیم. بله، من حدوداً مثلا 6 ماه رو در یک شرکت برای ساخت آلومینیوم کار کردم و در حقیقت ما به یک سوال از جنس یا اودا ناین فراگه دو مدل جواب میتونیم بگیم یکی با ناین که کلا تجربه ندارید یا با یا بگید که تجربتون رو بیان میکنید Wir möchten gerne mehr über Ihre Berufserfahrung wissen ما دوست داریم که بیشتر mehr über در ارتباط با Ihre Berufserfahrung در ارتباط با تجربه کاری شما wissen کنیم بدونیم Ich habe schon in den Bereichen Marketing und Entwicklung gearbeitet. Schon اینجا نقش پارتیکل رو داره. خودش معنایی نداره ولی باعث تضعیف یا تشدید یا تأکید بر یک کلمه یک ساختار جمله میشه. تا اینجا تمام ساختارها و تمام فعلها و زمانبندی هایی که از جمله ها دیدیم همگی به گذشته برمیگشت. توی حالت اول ما پقیتقیتوم هابن رو داریم. گذشته ساده هابن. تو حالت دوم ایش هابه. گابایتت حالت پرفکت یا ماضی نقلی هستش ولی توی این حالت که آقای اشتاینو صحبت کردن ما حالت پرزنس یا حال ساده رو داریم ایش هابه چون این برایشن مارکتینگ و انتویکلون گابایتت من در بخش های این دن برایشن حالت داتیو و پرپوزیسیون این اینجا داتیو هستش این حالت این توی این آینا فیما من توی بخش های مارکتینگ و توسعه کار کردم تو بخش های توسعه و تجارت این فیما نوول تو هابش این کنستروکسیونسبیورو میتگارابایتت من در شرکت نوولتو که حالا یک اسم خاص هستش این کنستروکسیونسبیورو در دفتر ساختمانی همکاری کردم میتگارابایتن کردم هابش میتگارابایتت حالت پرفکت یا ماضی نقلی هستش ایش هابه لانگیریگه ارفانونگ ایم فاخگبیت تونلباو من یک مدتی تجربه کاری ایم در تخصص و حوزه تونلباو ساخت تونل دارم Haben Sie bereits in leitender Funktion gearbeitet? آیا تا به حال در بخش مدیریتی بر ساختارهای مدیریتی کار کرده اید؟ یا ich habe die Gruppe von Infrastruktur geleitet. بله من یک گروهی از افراد رو که در حوزه زیر ساختها Infrastruktur مشغول بودن رو geleitet کردم مدیریت کردم. با
باز هم ساختارهایی که میبینیم توی این چهار تا جمله حالت پرفکت یا ماضی نقلی هستش که میدونید توی زبان آلمانی به شدت و به وفور استفاده میشه. این welcher فونکسیون sind Sie derzeit tätig؟ در چه بخشی شما در حال حاضر مشغول هستید، تتیش هستید؟ باز این حالت داتیو و پرپوزیسیون داتیو ساز هستش تو این حالت. سوسایت arbeite ich als Projektkoordinator. در حال حاضر سوسایت، derzeit، jetzt اینا همشون به معنای همین حالا رو میده. arbeite ich من کار میکنم als Projektkoordinator به عنوان تنظیم کننده پروژه یا میشه گفت سرپرست پروژه و مدیر پروژه به نوعی. Ich arbeite im Bereich der Softwareentwicklung bei der Firma Darwin Engineering. من کار میکنم در بخش توسعه نرم افزار در شرکت داروین انجینیرینگ، مهندسی داروین. این داروین انجینیرینگ یک کلمه انگلیسی هستش، یک کلمه خاص هستش که از زبان انگلیسی به آلمانی وارد شده. Haben Sie bereits an größeren Projekten mitgearbeitet? آیا تا به حال در پروژه های بزرگتر همکاری داشته اید؟ größeren تو حالت صفت مقایسه هم کمپراتیو اومده و تو جایگاه صفت هستش. Haben Sie bereits an größeren Projekten mitgearbeitet؟ و در ایشون در جواب میگن که nein, bisher noch nicht. نه، تا به حال نه. یا اینکه ja, ich war in der diverse große Projekte eingebunden und konnte so Erfahrungen sammeln. بله، من در پروژه های بزرگ مربوطه وصل بودم، مشغول بودم و کنته تونستم تجربیاتی رو زامن کنم، جمع کنم. Ich habe bereits Applikationen für Produktionsanlagen konzipiert. من تا به حال اپلیکاسیون، همون اپلیکیشن رو که ما تو واژه انگلیسی به معنای حالا برنامه یا میشه گفت نرم افزار رو میشناسیم، به همون واژه برمیگرده. فیا پرودکسیون آنلاگه، برای دستگاه های تولید. کنسیپیت از فعل کنسیپین میاد به مفهوم طراحی کردن. واس هات اینن بزوندس گوت اند آرباتشتله گفالن، چه چیزی به طور ویژه برای شما خوشیوم هستش و خوشتون میاد. میا گفیل د گوت آف گباوت اشتروکتوا د فیما ز گوت، به من خوش میاد یا من دوست دارم ساختارهای ساخته شده از شرکت ها رو، یعنی میخوام که با ساختارهایی که این شرکت ها به حقیقت به وجود آوردن آشنا بشم. Die Arbeit war sehr abwechslungsreich. کار خیلی متنوع بود. Was hat Ihnen an Ihrem bisherigen Arbeitsplatz weniger gut gefallen? در حال حاضر تو این پوزیشن شغلی و کاری که الان هستید، در حال حاضر هستید، bisherigen تا الان بودید، چه چیزی کمتر از همه خوشتون اومده و شما رو جلب کرده؟ Es gab keine Möglichkeit für mich mehr Verantwortung zu übernehmen. واسه من Möglichkeit، امکانی وجود نداشت برای من که بتونم مسئولیت بیشتری رو قبول کنم و در حقیقت فضای رشد و فضای کافی برای پیشرفت وجود نداشت. تو حالت Es gab، تو حالت پرفکتوم یا گذشته ساده اومده، عین جمله اول که وا اومده به معنای گذشته ساده یا پرفکتوم. و was hat ihnen gefallen؟ gefallen فعلی هستش که داتیوه، یعنی تو فرمت داتیو محسوب میشه. و در انتها mehr Verantwortung zu übernehmen، حالت سو اینفینیتیو اومده، حالت سو به اضافه مصدر فعل.